سخن هفته. هموطنان گرامی سلام عرض میکنم. نام من نور احمد خالدی است. میخوایم در موضوع مهم لوی جرگه در افغانستان در این شرایط حاکمیت طالبان خدمت شما چند مطلب عرض کنم. از زمانی که حکومت دولت جمهوری اسلامی در آگست سال گذشته سقوط کرد تا به امروز، از اولین هفته ها ما تقاضا کردیم، پیشنهاد کردیم به طالبا تا لوی جرگه عنعنوی مردم افغانستان دعوت کنه و از مردم افغانستان مشروعیت حاصل کنه. دولت طالبا از زمانی که آلای در حدود ده ماه گذشته از استقرارش با مشکل مشروعیت داخلی و شناخت خارجی روبروست. هیچ کشور خارجی به شمول 56 کشور اسلامی دنیا دولت اسلامی امارت اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته. این باید بشه خود دولت طالبان، هم مقامات طالبان هم سوال خلق کرده باشه که چگونه هیچ کشوری حاضر نیست که یارا به رسمیت بشناسه. و دلیل از این بسیار واضح است. طالبان از یک طرف ادعا میکنن که ما با توافق با امریکا رسیدیم و ما جانشین حقیقی و قانونی دولت سابق هستیم، اما در این زمان با یکی از تقاضاهای مهم تعهدنامه یا توافقنامه دوحه که او عبارت بود از تشکیل یک دولت جدید با توافق سایر نیروهای سیاسی در افغانستان یا گروه‌های سیاسی در افغانستان که تأسیس یک دولت جدید بود با توافق دیگه نیروهای سیاسی در افغانستان اقدام کنند. این کار طالبان نکرده، نه در مذاکرات دوحه در یک سال که بعد از امضای قرارداد توافقنامه دوحه گذشت هرگز پیشنهادی در مورد تشکیل یک دولت جدید رعایت نکردن، خطوط دولت ابراز نکردن، پیشنهادهای خود در مورد که دیگران چطور میتونند این دولت شامل شوند هرگز رعایت نکردن. به این خاطر این بخش بسیار مهمی از توافقنامه دوحه با آمریکا حل ناشده باقی مانده، یعنی ای تصرف طالبا ای تعهدشان تطبیق نشده. از این خاطر جامعه جهانی طالبا را به رسمیت نمیشناسه، چون یا به دولت بزور به گرفتن. با اساس توافقنامه دوحه امریکا قوای خود در افغانستان کم کرد، امریکا از مداخله نظامی در افغانستان خودداری کرد، امریکا تمام افراد پرسنل خود از افغانستان کشید، قراردادی خود کشید، از حملات هوایی جلوگیری کرد، اما در مقابل طالبان هم حملات در تمام کشور گسترش دادن، هم جنگ گسترش دادن و هم هیچ تعلل در گرفتن قدرت به زور نکردن. به می خاطر یا تانستن که قدرت افغانستان کسب کنن. حالی که طالبان در قدرت هستن، این شناخت بین المللی تنها وقتی میتونه تأمین شوه که طالبان دو کار انجام بدن. یکی مشروعیت داخلی از مردم افغانستان بگیرن و این مشروعیت داخلی از طریق یک لوی جرگه عنعنوی میتونه تأمین شوه که مدل مورد بعدا صحبت میکنم، و دومی که مرد حقوق اساسی مردم پامال نکنن، به حقوق اساسی مردم احترام کنن، به حقوق اساسی مردم که جمله تحصیل و تعلیم دخترها و زناست، حق کار زنها با دختراست، حق اشتراک زنها و دخترها در جامعه است احترام کنن. طالبان تمام یار نقص کردن، زنها را از جامعه تجرید کردن، زنها حق ندارن در حمام برن، زنها حق ندارن در تاکسی تناس سوارشون، زنها حق ندارن در سرویس ها به ولایات اینجا سفر کنن تنها یا به خارج، زنها حق ندارن به کار خود برن، به سر کار برن و در خارج از خانه کار کنن، زنها دخترها حق ندارن به تعلیمات ثانوی پردازن، حتی در پوانتون ها وقت تعلیم دخترها و پسرها را طالبا تغییر دادن
و در حقیقت به تجدید کامل دخترها و زنها از جامعه پرداختن. با این سیاست بعد از 4-5 سال ما هیچ متعلم فارغ تحصیل صنف 12 از دخترها نخواستیم داشتیم که به پوهنتون ها شامل شود. بنابراین خود به خود تحصیلات عالی بر زنها از بین میره و دیگه هیچ کس انتظار نداشته باشه که یک دکتر زن برای مریضای ما را، خانمای ما را در افغانستان تداوی کنه. مجبور این یک تضاد عمیق است با فلسفه‌ای که خود طالبا در مقابل خود گذاشته. این موضوع برای جامعه جهانی و برای مردم افغانستان بسیار اهمیت داره که نصف جامعه افغانستان از حقوقش محروم شده. ای زیر نام شریعت صورت گرفته. به نظر اکثریت مردم افغانستان یک برداشت ناقص از احکام شریعت است. ما ضرورت به این داریم که طالبا احکام شریعت در روشنی واقعیت ها و نیازمندی های عصر حاضر تفسیر و در نظر بگیرند. علمای زیاد اسلام است که در این قسمت تبحر دارن، نظر دارن در افغانستان و در خارج افغانستان، میتونن که از او مشوره بگیرن اگر خودشان عاجز نیستن برای از اینکه در این قسمت به نتیجه منطقی برسن. موضوع مهم دیگه موضوع احیای اقتصاد افغانستان است. احیای اقتصاد افغانستان طالبا، هیچ کشور خارجی با دولت طالبا معامله مستقیم نمی کنه. بنابراین ای بر افغانستان بسیار مشکل تمام میشه. انکشاف اقتصادی افغانستان ای صدمه میزنه. عدم شناخت بین المللی، ما از اقتصاد جهانی عقب میماندیم، تجرید میشیم، شامل اقتصاد و تجارت جهانی نمی باشیم. به این خاطر ای آینده مردم افغانستان در خطر واقع میشه. در این قسمت طالبا باید یک شورای عالی اقتصادی ایجاد کنند که از او در این شورای عالی اقتصادی از دانشمندای اقتصادی افغانستان چی در داخل و چی در خارج از افغانستان کمک بگیرند، شامل کنند. ضرور نیست در هر جای ما ملا و مولوی سر این کارا را سرپرستی کنند، کارهای مسلکی را بگذارید به اهل کار. بنابراین این یک موضوع مهم دیگه است و ایجاد شورای عالی اقتصادی متشکل از دانشمندا، اقتصاددانا، بانکدارا، تاجرای ملی، کسایی که در تجارت بین المللی و در بانکداری بین المللی تبحر دارند و سابقه دارند، تجربه دارند، دانش دارند، استفاده از تجارب ازیا و همچنان دانش ازیا بسیار ضروری است برای احیای اقتصاد افغانستان. خب موضوع مهم دیگه که از موضوع مشروعیت داخلی طالبان است. طالبان تا زمانی که مشروعیت خود از مردم نگیرن این تصرف جامعه بین المللی برسنه شناخته نمیشن. هر وقت مشروعیت خود از مردم گرفتن در اون صورت ما میتونیم یک حکومت به اصطلاح قاعده بزرگ هم ایجاد کنیم یا هم شمول هم ایجاد کنیم. این چگونه ایجاد میشه؟ این در صورت ایجاد میشه که ما بتونیم یک لوی جرگه دایی کنیم، یک لوی جرگه یا مجلس مؤسسان عالی ترین مقام قانونگذاری در افغانستان است. این در عدم موجودیت شورای ملی لوی جرگه یگانه مرجعی است که مردم به او دسترسی دارن و برای این کار دو وظیفه در مقابل لوی جرگه قرار دارن. وظیفه اول ای که بالای ساختار تشکیلاتی و وظائف و اهداف و خط مشی حکومت موقت طالبا مباحثه کردن. طالبا برای این لوی جرگه باید خط مشی حکومت موقت خود را طرح کنن، به این بگوین که افغانستان کدام طرف روان است، ساختار تشکیلاتی حکومت خود دولت خود برای این لوی جرگه مطرح کنند، بگوین این دولت از طرف کی رهبری میشه، او رهبر ما که طبق آواز مطبوعات امیرالمومنین است، این چه قسم انتخاب میشه، آیا کدام شورای رهبری وجود داره که کمک میکنه و دولت در مجموع کمک میکنه یا نی، این شورای رهبری متشکل از چی اشخاص است، چگونه یا تعیین شده.
و در پولیش ای حکومت چی موقف داره در مقابلش رهبر و در مقابل شورای رهبری؟ یا از کی تشکیل شدن؟ چی گونه تعیین میشن؟ معیار چی است؟ و همچنان قوه قضاییه چی گونه اداره میشه؟ به اساس کدام قوانین اداره میشه؟ این مسائل و همچنان مدت دوام حکومت موقت چقدر است؟ اگر این مسائل طالبا در مقابل یک لوی جرگه مطرح کنن و از لوی جرگه هدایت بگیرن که تصویب کنه این حکومت موقتشان موقته، با شرط ای که یک کمیسیون با صلاحیت برای تدوین قانون اساسی جدید هم پیشنهاد کنن و یک مدت تعیین کنن که این کمیسیون در این مدت قانون اساسی جدید تدوین کنه و هدایت داده شود که در این قانون اساسی حقوق اساسی مردم به شمول حقوق زنان محفوظ می باشد. در او صورت ما در یک مدت معین این قانون اساسی مسودهش تهیه شود و برای لوح جرگه قانون اساسی که در آینده تاسیس میگرده، مثلا در یک سال بعد یا دو سال بعد، این پیشنهاد شود که در اونجا این تصویب شود تا دولت افغانستان شکل و شمایلش و ساختار تشکیلاتیش، اهداف و وظایفش و منافع ملی همه در اونجا تعریف شده باشد. این دو کار اساسی را در مقابل لوی جرگه فیلم قرار داره و موضوع بسیار حاد مهم است که این لوی جرگه مسائل حاد امروزی ما را که او عبارت است وظایف عاجل امروزی است که او حق تعلیم و تربیه زن است دختر است این را حل کنه که دعایت بته به دولت و حق کار و حق سهمگیری در جامعه را به زن ها تأمین کنه. این مسائل اگر در لوی جرگه به تصویب میرسه، در اون صورت ما میتونیم بگوییم که ما قدم های لازمه به طرف ازی که مشروعیت داخلی کسب کنه دولت امارات اسلامی طالبا و بر اساس از او شناخت بین المللی حاصل شود، این واقعا صورت میگیره، این گام های درست برداشته میشه. طالبا در این زمان میتونن یک شورای عالی از علما را تشکیل بدن که شورای بسیار بزرگ نباشد، شورای بسیار تعداد محدودی از شورای عالی علما که او وظیفه از او مشخصی باشه که تلفیق احکام شریعت اسلامی با نیازمندی های امروز جوامع در افغانستان، نیازمندی های مردم در قرن 21. این وظیفه است، وظیفه مهمی است در مقابل علما که بشینن این را تعیین کنن که تفسیر این احکام شرعی چگونه در عصر در قرن امروزی در عصر ما مطابق به نیازهای فعلی جامعه از لحاظ تخنیکی، از لحاظ صنعتی، از لحاظ پیشرفت‌های اجتماعی که صورت گرفته در 1400 سال ما ایمی تفسیر احکام شریعت بر اساس موازین تمدن امروزی چگونه باید صورت بگیره. ما نمیتونیم بر اساس موازین 1400 سال قبل کارا و مشکلات روزمره مردم در شهر و دی در کشور حل کنیم. اینه باید طالبا بفهمن. با اظهار این مقدمه و یا سخنا من این موضوع را خواستم خدمت هموطنان عزیز خود مطرح کنم که ما وظایف بسیار عمده در مقابل دولت طالبان قرار داره. اگر خواسته باشم جدی به حکومتداری خود بپردازن و حکومتداری خوب به مردم عرضه کنن، در این قسمت ها باید فعالانه قدم بگذارن. تشکر از توجه شما.